شهادت هدا صابر در پی اعتصاب قضا با پیام‌های تسلیت جداگانه شورای هماهنگی راه سبز امید، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سید محمد خاتمی و بسیاری از دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران مواجه شده است. در ارتباط با ویژگی‌های زندگی سیاسی آقای صابر و دلایل سختگیری حکومت بر او و همفکرانش با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، مصاحبه انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای کاظمیان، شورای هماهنگی راه سبز امید در پیام تسلیتش به مناسبت شهادت هدا صابر از هواداران جنبش سبز خواسته تا راه اونو با استقامت و پایداری ادامه بدن. شما به عنوان کسی که سالها با آقای صابر از نزدیک آشنا بودین، مهمترین ویژگی های زندگی سیاسی ایشونو چی میدونین؟ حقیقتاً به فهرست کردن این مجموعه کنش سیاسی ایشون و ویژگی های صابر در اقدام سیاسیش کار ساده ای نیست، ولی من اگر بخوام مهمترین های اونها رو همینطوری فهرستوار اشاره کنم بهش و خب امکان توضیحش هم نیست، در درجه اول من باید به هر حال مطالعه و آگاهی ایشون در اقدام سیاسیش اشاره کنم، چون واقعا اعتقاد داشت آقای صابر به اقدام سیاسی مبتنی بر دانش و خب الگوی ایشون مرحوم محمد حنیف نژاد بود، تأکیدش برای این که هیچ کنشی بدون آگاهی و دانش لازم و کافی مفید و مؤثر نخواهد بود. همینطور نظم و انضباط فوق العاده آقای صابر، علاوه بر کوشا بودن و سایه بودن ایشون، جدی گرفتن اقدام سیاسی، مؤلفه دیگه که باید بهش اشاره کنم همون مفهومی است که به نام خودسازی انقلابی زمانی در ادبیات نیروهای سیاسی مطرح بود و بعدها به حاشیه رفت. در این مورد حتی زندیات دکتر شریعتی در مجموعه آثارش مقاله داره، مطلب داره. توجه به تاریخ سیاسی معاصر ایران در کنش سیاسی آقای صابر کاملا محسوس بود، به عنوان یک نیروی ملی عناصر ایرانیت و اسلامیت رو مد نظر داشت، اقدام خودش رو در چارچوب حفظ تمامیت ارضی استقلال کشور سعی کرد تنظیم کنه، همیشه منافع ملی مورد توجه ایشون بود، بدون مزد و منت اقدام سیاسی خودش انجام داد، جز افرادی نبود که شهوت مطرح کردن خودشون رو داشته باشن یا همواره در صف جلو در ردیف جلو باشن، نه، خیلی از کنش سیاسی آقای صابر در پشت صحنه و پس اون چی که یک ظواهری داشت پنهان هستش و اینها واقعا زمان میبره تا توضیح داده بشه. نقش آقای صابر در تحولات سیاسی این سالهای اخیر، رعایت کسوت بزرگترها و همینطور اینکه به هر حالشون کمککار خانواده های زندانیان سیاسی بود، به علاوه صداقت ایشون، جسارت و شجاعتش در عمل سیاسیش، اینها یک مجموعه چیز ویژگی‌هایی هستش که من فقط فهرستوار برشمردم. تو هفته های اخیر ما شنونده خبرهای بد پی در پی بودیم در مورد فوت مهندس صحابی بعد از مدت ها فشار از سوی مسئولین امنیتی و همچنین شهادت هاله صحابی و هدا صابر. این در حالیه که ما قبل از اون هم خبرهای مختلفی از افزایش فشار قضایی امنیتی به روی فعالان ملی مذهبی داشتیم. به عقیده شما دلیل این همه فشار حکومت به روی جریان ملی مذهبی چی میتونه باشه؟ خب متاسفانه شاید مهمترین دلیل همین ویژگی تمامیت خواهانه حاکمیت سیاسی در ایران باشه، یعنی رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که دست بالا دارن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی مانع از این میشن که هر گونه رقیب، هر گونه اندیشه غیر خودی و به هر حال تفکر دیگر اندیشانه‌ای در فضای جامعه سیاسی ایران امکان انتشار یا به هر حال تبلیغ و فعالیت داشته باشه. از این زاویه فعالیت یا به هر حال اندیشه سیاسی نیروهای ملی مذهبی مورد حساسیت ویژه بوده، چرا که من گمان میکنم تاکید نیروهای ملی مذهبی بر پیوند مفاهیم مدرن به ویژه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر با جوهر پیام پیامبران توحیدی، جوهر اندیشه اسلام رحمانی و آموزهای در پیامبر اسلام امام علی، اینها یک امکان مانور رو میداده به نیروهای ملی مذهبی در
بستر جامعه مدنی ایران که به هر حال یک روح مذهبی برخوردار هست ایران و ایرانیان یک اقبالی دارن طبیعتاً به مفاهیم مذهبی که همواره راه ملی مذهبی رو به عنوان یک نوع آلترناتیو بالقوه برای حاکمیت اقتدارگرا در ایران در تمام این سه دهه گذشته از عمر جمهوری اسلامی مطرح کرده و از همین زاویه متاسفانه اون ماهیت تمامیت خواهانه که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی یک فشارهای جدی رو متوجه نیروهای ملی مذهبی کرده، البته همچنان که خیلی تهدیدها و فشارها و تحریکات متوجه دیگر نیروهای سیاسی بوده، ولی من گمان میکنم که شاید اون زاویه دیدی که وجود داره نسبت به رویکردهای در حال مذهبی و همینطور تلفیقی که میان ایرانیت و اسلامیت صورت گرفته در مجموعه نیروهای ملی مذهبی هم از نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی مذهبی حساسیت‌ها رو در مورد این نیروها به حداکثر رسونده. متشکرم از وقتی که در اختیار ما